حاصل سالها تلاش و کار یک خانواده که زیر آب می رود. بیش از دو هفته سیل ویرانگر خسارتهای جانی و مالی گسترده به بار آورده و گذشته و آینده بسیاری را زیر گل و لای دفن کرده. اما همزمان دعواهای کهنه و تاریخی سر از خاک بیرون آوردند و افراد مسئول نسبت به مخالفان سیاسی خود موضع انتقادی می گیرند. مردم وارد شدند و کمک کردند. صحبت‌های امروز آیت الله خامنه‌ای. هم مسئولین با اتفاق کلمه. رهبر ایران می‌گوید بازسازی ویرانی‌ها باید اولویت مسئولان باشد. کارهای اصلی بعد از اینه. این ویرانی‌ها، این خرابی‌ها، تخریب مزارع، تخریب خانه‌ها و از این قبیل ضایعاتی که به وجود آمده است باعث انشاءالله اینها جبران بشه و خواهد شد. دعوت رهبر ایران به همبستگی برای بازسازی و همزمانی این دعوت با دعوایی علنی بین سپاه و دولت. ویدیویی از فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح. او از نحوه کمک رسانی دولت به منطقه پلدختر انتقاد میکند. همه کابرا افتاده. مشکلات بسیار زیاده. مدیریت نیست. هیچ مسئول دولتی جرأت نمیکنه بره اونجا. حسام الدین آشنا، مشاور رسانه‌ای حسن روحانی، در واکنشی انتقادی انتشار مکالمه تلفنی فرمانده نیروی زمینی سپاه را دشمن شاد کن توصیف کرده. تبدیل مکالمه تلفنی یک مسئول به خبری رسمی که دل مردم را می‌لرزاند، دشمنان را شاد می‌کند و خدمات را ناچیز نشان می‌دهد، حکیمانه نیست. شاید از گوینده توقع چندانی نباشد، اما مطمئنم مخاطب تماس تلفنی با کفایت‌تر از آن است که اجازه انتشار چنین مکالمه‌ای را داده باشد. دعوای سیاسی سپاه و دولت در مدت کوتاهی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب پیدا کرد. گفتن این ویژه برنامه 13 بدره، اوقات مردم رو تلخ نکن، به مردم امید بده. گفتم چشم، همه ما رو امیدوار کن، همه ما رو همینجوری امیدوار نگه دار، ما رو با امید خفه کن. واکنش معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر آقای روحانی در توییتر را میبینید. بدون نام بردن از برنامه دور همی و شبکه نسیم، میگوید مدیران رسانه ملی به جای مسخره کردن دولت درباره پولی که خرج این برنامه میشود به صورت شفاف اطلاع رسانی کنند. سیاهان همونها هستند. دولت در واکنش به انتقادها از عملکردش در رسیدگی به وضعیت سیل زدگان امریکا را مقصر میداند. نتوانستند در خود امریکا سیلها را جبران کنند و به کوری چشم اونها خواهند دید که این ملت بزرگ ما و همه نهادهای ما، نیروهای مسلح ما در کنار یکدیگر ویرانی ها و خرابی ها را خواهند ساخت. امریکا پیشتر اما این اتهام دولت ایران را رد کرده بود. مایک پومپئو وزیر خارجه امریکا در بیانیه اعلام کرده بود ایالات متحده آماده کمک رسانی به ایران است. در گیرودار و بگومگوهای سیاسی تعداد کشته شدگان و آوارگان بیشتر می شود و هنوز مناطقی مهم چون خوزستان در معرض سیل هستند. خوزستانی که به گفته بیژن زنگنه وزیر نفت ایران هر گزندی به آن برسد زخمی بر پیکره صنعت نفت ایران خواهد بود. خوزستان بعد از استان تهران بزرگترین سهم از تولید ناخالص داخلی ایران را دارد که بالغ بر 176 هزار میلیارد تومان می شود. تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی، اخلال در فعالیت نیروگاه‌ها و آسیب جدی به زمین‌های کشاورزی خسارت‌های غیر قابل بازگشت دارند. به اینها باید آثار غیر مستقیم اقتصادی سیل را هم اضافه کرد که به راحتی قابل اندازه‌گیری نیستند. حالا آنچه در دعواهای سیاسی این روزها گم شده، پاسخ به این پرسش است که نهادهای مسئول برای جبران خسارت‌های سیل چه برنامه‌ای دارند؟